بچه ها سلام، خیلی خوش اومدین به یک ویدئوی دیگه از کانال من، یعنی بیگاتی. توی این ویدئو میخوام شما رو با خودم ببرم به یکی از سفرهای کمپینگی که داشتم به جزیره قشم و شما رو با چالش ها و نکات مثبتی که کمپ کردن میتونه داشته باشه آشنا بکنم. امیدوارم که از دیدن ویدئو کلی لذت ببرین و چیزهای خیلی باحالی رو یاد بگیرین. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. Let's go. همه کمپیرا رسیدیم قشم. از قشم یک تاکسی، در واقع فرودگاه قشم یک تاکسی سوار شدیم، اومدیم یک جایی به اسم اینجا کندالوه، اسمش اینجا اسکله کندالوه، جاییه که میایم اینجا قایق سوار میشیم، از اونجا میریم به سمت هنگام که البته خیلی راه دوری نیست، کلا 5 دقیقه راه، شاید نه 10 دقیقه راه، ولی خب خیلی نزدیکیم، خیلی زیاد نزدیکیم به هرمز. اجازه بدید من اینجا هم به شما نشون بدم. اینجا قایق‌ها همه صف کشیدن که ما رو ببرن به هنگام. هنگام زیبا. بچه ها یه وضعیت خیلی عجیب غریبی پیش اومده. سپاه کلن مانوف داره توی بخت سیاه ما و مثل اینکه کلن یه حالت ایست بازرسی طور داره و اصلا کسی رو راه نمیده توی جزیره دیگه، چه برسه به اینکه بخوایم کمپ هم بکنیم. امیدوارم که البته این شکلی نباشه، ولی خب اگر باشه که دیگه رسمان بدبختیم، فردا باید بلیط بگیریم برگردیم، هیچ کاری نمیتونیم. سلام بچه ها، بالاخره ما رسیدیم، اما متاسفانه به خاطر معطلی که از هنگام تا هرمز متحمل شدیم باعث شد که به شب بخوریم و فکر میکنم که خیلی نمیتونم از چادر زدنمون فیلم درست حسابی براتون تهیه کنم، اما رسیدیم دیگه. انشالله صبح که شد دوباره فیلم میگیرم براتون، ویدئو میگیرم براتون. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. همینطور که میبینیم ما چادرهای خودمون رو اینجا بنا کردیم و الان هم داریم اون بر سعی میکنم که یک سایبونی بزنیم که این آفتاب ما رو اذیت نکنه. فضایی که خوشتمونه. الان میخوام یه ذره در مورد اتفاقات که دیشب افتاد برامون اینجا براتون صحبت بکنم. یکم وضعیت یک جوری هست، البته من خودم چون آدم صبوری هستم خیلی مشکلی ندارم، ولی بچه ها دوستان دارن اذیت میشن، حتی ممکنه که از اینجا دوباره بخوایم پاشیم بریم. حالا چی شد؟ آقا ما دیشب اومدیم با سختی از کوههای خیلی تیز اومدیم پایین، نه تنها خودمون اومدیم پایین، تمام وسیله هامون هم آوردیم پایین، بعدش توی تاریکی چادرمون رو زدیم و کارامون رو کردیم و یهو دیدیم صداهایی میاد. آقا چه صداهایی؟ اون بر یه اکیپ هستن اونجا که کار بد بد میکنن. حالا کار بد بد چیه؟ امپارتی میکنن، مثلا دوپس دوپس
اصلا من نمیدونم این همه تجهیزات اسپیکری رو چطور با خودشون آوردن اینجا. از اونجا موزیکی که میذارن انگار ما اینجا گذاشیم خودمون داریم گوش میدیم و کلن سایکودلیک طوری. اصلا خیلی ببینید چیزاش بامزه است آخو، ولی میگم آدم باید صبور باشه که بتونه این همزیستی رو با کسای دیگه در واقع انجام بده، از پسش بر بیاد. حالا این برمون چه اتفاقی افتاده؟ این برمون این چادر سبزه که میبینید بچه ها، اینا دیشب بعد از ما اومدن و ما خب اینطوری بودیم که بالاخره حالا یه جای سیف گیر رو بردیم خودمونی فقط، ولی دونه دونه همطوری دو تا چادر به ما اضافه شد. منتها این وحش چادر نارنجیه، این چادر نارنجیه اینا یه ذره اذیت هم میکنن. حالا اذیتشون چیه؟ اذیتشون اینه که خیلی آدمای شروری هنه. ببین اینا این شکلی هن که تا صبح داشتن گیتار میزدن تا ساعت 4 صبح، بعد ما خسته نمیتونستیم بخوابیم، داغون بودیم، تا 4 صبح گیتار میزد، تنبک میزد، میخوند و واقعا هم گیتار زدنشون بده، هم خوندنشون، هم تنبک زدنشون، همه چیشون بده. حالا ما داریم سعی میکنیم که یک پرسجوی بکنیم ببینیم که میشه از اینجا رفت به جایی که یک مقداری خلوت‌تر باشه، کمتر انسان ها دور ما شدنن. به هر حال بچه اینا همه از سختی های کمپیه، این بار اولی نشده که ما آمدیم کمپ کردیم و تصمیم گرفتیم که از اونجا بریم به یک جایی دیگه و شما فکر کنم ما تمام این تجهیزات رو دوباره باید جمع کنیم، پول هامون رو ببندیم و همین کوهنوردی و اینا رو دوباره انجام بدیم. anyway نمیدونم چی پیش میاد، حتما در جریانتون میذارم. آقا این دریای زیبا، بریم با هم دیگه چادرمو ببینیم. بعد جایی که دیشب خوابیده بودم و انقدر تاریک بود خب نمیشد برای فیلم مناسبی تهیه بکنم. بچه این تو چادر منه، همونطور که میبینین من الان واردش میشم. این کیسه خوابمه، دیشب توی این کیسه خواب من شبم رو صبح کردم و واقعا هم اذیت نشدم بچه، خیلی راحت خوابیدم. حالا همه بهم میگن چون خیلی خسته بودی اینقدر راحت خوابیدی، ولی به نظر که من خیلی راحت خوابیدم. اینجا هم که وسیله هامه، کولمه و دیگه ابزار بهداشتی و چادر نازنینم، خیلی دوست دارم چادرمو. خب امروز دومین روز سفرمونه، در واقع یعنی دومین روزیه که توی هرمز هستیم، ولی طبق یک تصمیم‌گیری گروهی قرار شد که همه دوباره این بار و بندیل رو جمع کنیم. همین سه تا چادری که می‌بینید اینا رو اینا رو قرار شده جمع بکنیم، کوله هامونو ببندیم و بریم سمت هنگام دوباره. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش شلوغیه که شما مشاهده می‌فرمایید. اصلا یک حالت عجیب غریبی شلوغه، من این همه کمپر با هم حالا یک جا ندیده بودم و دلیلش هم همه شما خیلی که چون هنگام فعلا کمپ کردن پیش ممنوعه، همه یک کسایی که میخواستن کمپ بکنن بودیم و بردن به سمت هرمز و خب متاسفانه با این وضعیت شلوغی ما هیچ کدوم از اون برنامه‌ای که داشتیم نتونستیم ما دخترها در واقع خیلی شنا بکنیم چون بیش از حد شلوغه، نگم براتون، و از همه جا هستن، از همه جا آدم هستن و اون راحتی که میخواستیم و خب anyway مثل سالهای قبلی که میومدیم نداشتیم. حالا تصمیم گرفتیم بریم یک اقامتگاهی توی هنگام به اسم خانقی، خیلی زیباست، راهمون هم اونجا درگیر همه. فقط فکر میکنم یه سفر 45 دقیقه به قشم داشته باشیم، از اونجا باید بریم اسکله، از اونجا دوباره بریم هنگام. anyway ما میریم و من همه رو به خاطر دوست دارم. بچه اینجا همه رنگی پیدا میشه، یعنی شما یک نگاه اگر بندازین اینجا همه چی پیدا میشه، از هر رنگی در واقع، از هر رنگی سنگ هست، سنگ خیلی هست، سنگ های رنگی رنگی.
مثلا الان اینجا رو نگاه کنید چقدر زیباست. اینم که شبیه یک آدمیه که ریش داره به نظرم. قشنگ میشه از توی این صخره ها و سنگ ها شکل و مجسمه های خودت رو در واقع توی ذهنت بسازی و اونا رو در بیاری. اینو نگاه کنین یعنی چی این همه رنگ در کنار دیگر. حیف که دوستای عزیزمون اینجا رو کثیف میکنن، آشغالاشون رو میریزن، جیش و پیپیشون رو میکنن، اون رو بر نمیدارن. اینجا وقتی را میرین بچه کف پاتون رنگی میشه، همینطور که میبینی اصلا ببینین کف پای منو الان کاملا رنگ خاک قرمز هرمز میگیره کف پاتون. چند تا رنگ داخل خودت میخواستی جا بدی واقعا هرمز؟ جزیره رنگین کمونا، جزیره رنگ ها. همه رو اشتباه گفتم، همه رو. الان آب رفته پایین بچه ها، وقتی آب میاد بالا تمام اینجاها آب اقیانوس در واقع. الان آب رفته پایین و ما میتونیم اینجا قدم بزنیم. مشاهده میکنیم ما الان روی قایقیم و تقریبا میشه گفت که یک ساعتی رو مهمونه این چادریم و الانم که من دارم با گوشی دوستم این بلاگ رو تهیه میکنم چون گوشی خودم خراب شده، هر لحظه ممکنه گوشیش بیفته تو آب و من یک آیفون 13 بیفتم تا آخر سفر ممکنه یه اتفاق بیفته جدی چون کلا دارم گوشیش رو میگیرم برای تهیه. این برم بهتون میشه مثل که بعد برم پایین لشکر شکست برده. موتورش میچرخه؟ نه اگه بگیم سکاتی ها دارم.
خب ما دوباره رسیدیم اسکله کندالو، همونجایی که روز اول اومدیم و از اونجایی که گفتن نمیتونیم توی هنگام کمپ کنیم ما رو بستیم رفتیم هرمز. راه کم نیستا، ما خیلی پر رویم واقعا. و الان هم که همونجاییم، این دفعه سوار این قایقا میشیم میریم هنگام و اونجا قرار بریم اون اقامتگاهی که باشون صحبت کردیم و منتظرمونم. میبینم اتفاقه واقعا بارمون زیاده بچه، این الان یک بار دو بار سه بار یه دونم اونجا چهار بار با خودم هم میشیم پنج بار. پنج باری که دیگه هیچ دستی جا نداره. الان ما اینو داریم با همراهی همدیگه میبریم. قشنگ باید تنگ باشی برای این جور سفر، اصلا نباید تنبلی زیر خط فقر باشه. 1% تنبلی داشته باشین شما پس های همچین سفری به هم نمیاد، اما در مجموع خوش میگذره. به نظرم که هر آدمی اگر بتونه یک بار تجربه بکنه حداقل یک بار خیلی زیبا میشه. اینجا تو آب پر از ماهیای مشکله، اصلا این ماهیایی که توی آکواریوم میذارن آدم ها خیلی بامزم. اینجا رو نگه برم برشون غذا میدونم. خب ما رسیدیم هنگام و الان اومدیم یک جایی، یک رستورانی در واقع غذا بخوریم. سموسه میگوی خوشمزه، خیلی غذاهای خوبی داره، خیلی واقعا دستپختشون عالیه. بعد اینجا من نمیدونم چرا جنوب اینطوری همش از اینا داره، ولی دوباره ما داریم لود اوت وارزون رو میبینیم که اینجا سبت لود اوت نیست ولی خب خیلی شبیشه، نمیشه به غیر از لوزت به چیز دیگه ای فکر کرد وقتی اینو میبینیم. الان هم میخوایم بریم این رستورانه هم که پشتمه، اونجا براتون دوباره فیلم میگیرم. اوه دارن غذا رو میارم. میگو دو پیازه رو میبینیم که برای بنده است. دو پیازه نسترن خب بچه ها ما رسیدیم اقامتگاهمون و یهو از اون همه هیاهو وارد شدیم به یک سکوت خیلی لذت بخشی. اینجا هم خیلی زیباست، خانه قیل در واقع. و من الان شبی شیاطین افتادم چون انقدر تاریکی مجبور شدم یه نور این شکلی زیر خودم نگه داشتم. بدترین صورت جهان رو داریم میبینیم، چقدر زشتم من، چقدر اینجا قشنگه. حیف که تاریک من معلوم نیست. حالا صبح حتما براتون دوباره ویدیو میگیرم، شبم اگر اتفاق جز استراحت برامون افتاد اونم حتما براتون ویدیو میگیرم یا اول. هلو بچه ها چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. آقا ما امروز سومین روز سفرمونه و الان توی اقامتگاه زیبامون هستیم. اینجا خیلی 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 زیباست بچه ها، و نگم از غذاهاشون چقدر دستپختشون خوبه. اصلا من دیگه میخوام سجده کنم جلو غذاهاشون، واقعا خوشمزه. حالا در کنار لحظات فانی که اینجا میتونستیم داشته باشیم و لذت ببریم، تصمیم گرفتیم که
لباسی به تن بکنیم و بریم لب ساحل. اگر بشه امروز یه تنی به آب بزنیم ما واقعا پیروز ماجرا هستیم، ولی فعلا که هنوز معلوم نیست چه اتفاقی پیش میفته. خب ما داریم میریم بالاخره لب دریا ببینیم میشه شنا کرد یا نه. هوا هم اونجوری که انتظار داشتیم گرم نبود، ولی به هر حال گرمه، اما ما این گرما رو دوست داریم. این چند روز خیلی هوا مناسب شنا نبود چون خنک بود و همه جا رو ابر گرفته بود و بارون ریزی هم اون طرفا می اومد سمت ما. نه ولی خب الان به نظرم هوا مناسب شنا هست. میریم ببینیم چی میشه. واقعا چسبید شنا بچه ها. البته که فکر میکنم دوباره بریم، اما الان اومدیم بیرون یه استراحتی بکنیم بعد از اون شنای نفسگیری که داشتیم. احتمال زیاد دوباره میریم تو آب. من الان میخوام بهتون شفافیت آب رو نشون بدم که کرک و پرتون بریزه. آقا نگاه کنیم چقدر شفاف این آب، چقدر زیاد. و خیلی شور، یعنی مثلا شما اگر سرتون رو بکنید زیر آب چشماتون ممکنه که بسوزه از شوری زیاد. اینایی که من روش وایستادم بچه ها انقدر نرمه، احساس میکنی که پاتو گذاشتی روی فرش. خب ولی یه حس یه جوری میده به آدم دیگه، اصلا آدم یه غیری بیری میره. خرچنگ ولی مرده، فکر میکنم که قبلا خوراک مرغ‌های دریایی شده و الان بنده خدا دیگه هیچ. چیه؟ آره دیگه خوردن تمام داخلشو، خوردن پوستشو انداختن دور. اینم از عدس پلو هیزومی بنده. دوستان راضی هستین یا نه؟ بله. خیلی خوشمزه است، فقط نمک نداشتیم بذاریم. لابو. آره با همی آتیش. عدسی که درست نکردم. خب سلام. چطورین؟ کلی خبر جدید آوردم براتون. امروز آخرین روزی که ما در واقع قشم هستیم، جزیره هنگام، و صبح که صبحونمون رو خوردیم آقای اقامتگاه اومد گفتش که ما اینجا رزرو کردن از قبل بچه ها، بچه دیگه شما باید بریم. یعنی ما الان باید بریم یک جایی رو پیدا بکنیم که بتونیم کمپمون رو بزنیم اونجا. فقط تنها مشکل همین مانور رزمایش در واقع سپاه دیگه، نمیدونیم چی برامون پیش میاد. یعنی ممکنه که سپاه بیاد سراغمون و بگه جمع کنین برین. همین صبح هم که اینجا بودیم دقیقا بیخ گوشمون صدای توپ جنگی و شلیک و اینا میومد که جزو همین مانورشون بود. And that's it. یعنی ما توی این سفر، توی سفر فکر میکنم 5 روزه میشه، هرمز رفتیم، اول اومدیم هنگام، بعد رفتیم هرمز، دوباره اومدیم هنگام اقامتگاه، الان داریم میریم کمپ هنگام. همه کار کردیم، همه کار. خیلی سفر پرچالشی بود این دفعه، ولی خب جالبش اینه که همه اینا جزء کوله بار سفرت میشه. یعنی یک سری تجربه ای تو به دست میاری که دفعه دیگه که بیای اینطوری که خب من دفعه قبلی یه همچین چالش هایی رو رد کردم رفته و قطعا این دفعه هرچی باشه اونم میتونم پسش بر بیام. همین دیگه، الان دوباره ما کوله هامونو بستیم داریم میریم به سمت جایی که بتونیم کمپ کنیم. بریم ببینیم چی میشه. سلام
بچه بالاخره ما تونستیم توی هنگام یه شب و صبح بکنیم توی کمپمون توی چادرامون و بالاخره کار رو در آورد. چون ما از اولم به امید کمپ توی هنگام اومده بودیم به خاطر خلوتیش، به خاطر اون آرامشی که داره، که حالا مجبور شدیم بریم هرمز توی این حوشی یکم اعصابمون خورد، ولی بالاخره کار رو در آوردیم. الان هم نیم روز آخریه که هستیم و داریم سعی میکنیم که تمام استفاده رو دقیقه دقیقه ها ببریم. ساعت 4 پرواز داریم و الان هم ساعت 8 صبح. اون وقت که بچه ها دارن سوسیس تخم مرغ درست میکنن و کم کم دیگه باید بار و بندیل رو ببندیم که خیلی دیگه دیره دیر بعد از ساعت 1 آماده رفتن باشیم به سمت فرودگاه. خیلی خوش گذشته به من. اون چالش هایی که در کنارش داشتیم هم اتفاقا خیلی زیبا بود، به خاطر اینکه اصلا یک چیزی رو راحت به دست آوردن هیچ موقع بچه ها بهتون حال نمیده، اون قدرش رو نمیدونید. ولی ما الان یک شبی که توی هنگام بودیم این باعث شد که از ثانیه ثانیهش بخواییم استفاده بکنیم، لذت ببریم. تا ثانیه آخر کنار آتیشمون وایساده بودیم تا جایی که دیگه آتیشمون کامل رفته بود زیر آب به خاطر جذب اومد. خیلی قشنگه، اصلا دلم نمیخواد که برم، ولی خب هممون کار و زندگی داریم و نمیشه مثل انسانهای نخستین اینجا بشینیم و زندگی کنیم، وگرنه حتما این کارو میکردیم. فکر میکنم که پتانسیل این کارو داره گروه میکنم. هیچی دیگه داریم میریم کم کم. امیدوارم که این ولاگ بتونه بهتون کمک بکنه که شما هم تصمیم بگیرین برای اینکه آدمی هستین که کمپ بکنیم یا ترجیح میدیم بیشتر بریم توی یک اقامتگاه یا هتلی و اونجا زیبایی کنیم. ولی خب من خودم از یکی شدن با طبیعت بیش از حد لذت میبرم. الان هم که اینجا آب داره میزنه پای من رو خیس میکنه. وای خیس شدم. بریم خونه هامون دوش بگیریم. سفرمون بالاخره تموم شد. الان دیگه اومدیم فرودگاه قشم که بریم سوار هواپیمامون بشیم و برگردیم به خونه‌هامون. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین و یه چیزی رو بالاخره به دست آورده باشین ازش، نمیدونم یه چیزی بهتون اضافه کرده باشه. خیلی ما هنوز غمگینیم ولی دیگه همینه که هست. انشالله برمیگردم خونمون و اونجا جور دیگه زیبایی میکنم با دیدن شما عزیزای دل. خیلی زیباییم، مراقبت کنین از خودتون. خدافظ.